همراه هستیم با جمشید دمایی، رئیس بخش اقتصاد دانشگاه لتران از کالیفرنیا. آقای دمایی، برخی کارشناسان میگن که ایرانی‌ها پول خودشون رو که مالیات اون رو به طور مستقیم پرداخت کردن به ارز و طلا و ملک تبدیل میکنن و درخواست مالیات از اندوخته مردم، یعنی دست کردن دولت در جیب مردم. موافق این دیدگاه هستید شما؟ با درود شما و بینندگان این برنامه، ببینید در اون چه که کارشناسان میگن در واقع واقعیت‌های نهفته است که می‌تونید بهش اشاره کنید. ببینید تفاوت بین مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت بسیار یا دارایی ها بسیار عمده است. وقتی کسی زمین می‌خره یا طلا می‌خره یا به جای دیگه پولی رو که همونطور که در این نظر کارشناسا گفته شده مالیات خودش رو پرداخت می‌ده، این در واقع به خاطر کسب اون دارایی ها به ثروت. در جهان کمتر کشوری است که مالیات بر ثروت بگیره. بنابراین این یک مسئله بسیار نادره. دوم اینکه حتی اونهایی که مالیات بر ثروت میگیرن معمولا مقادیر زیادی بخشودگی دارن و بعد از اون میگیرن، معمولا به بعضی از اقلام ثروت نمیگیرن. بنابراین در اینی که این یک در واقع تصمیم مستثنا از روال عمده کشورها شکی نیست و من با این موافقم که در مورد ایران بدیجه. در مورد ایران اغلب این در واقع جابجایی ها به ارز و طلا و دیگر برای حفظ ارزش در واقع پسنداز های مردمه، چون نمیتونن درصدی از بانک ها بگیرن که اینو تحمل کنید، برای مجبور این کار میکنن. من حتی به این اضافه میکنم که ارزش واقعی دارایی های رو که اینا از طریق تبدیل به ارز و طلا گرفتن به هیچ وقت بالا نرفته. برابری من 100% با این نظر موافقم و به نظر من این یک مسئله استثنایی است و کار درست نیست. آقای دمایی، مقام های دولتی در یک سال گذشته بارها از افزایش قابل توجه درآمدهای دولتی خبر دادن، اما آثار این افزایش درآمد در زندگی مردم ایران ملموس نیست و دولت همچنان با کسری بودجه مواجه. جریان چیه؟ من یکی از این مواردی است که میگن عذر بدتر از گناه. در طی سال گذشته به ویژه تصمیم های دولت گرفته، مثل در واقع تغییر ارز ترجیحی و بسیار از تصمیم های اینطور، این تصمیم ها باعث می شد که تورم بسیار بالایی مخصوصا در مواد غذایی به کالای اساسی به وجود بیاد. در برنامه‌تون به هزینه دارو اشاره می کردیم قبل از صحبت با من. به این تمام اینها نشون میده که اگر دولت اینها رو برای دست بودجه نکرده، واسه چه این کار رو بس میکنه؟ واسه چی این کار میکنه که باعث فشار بیشتر به طبقات بسیار کم درآمد مردم بده؟ بنابراین من فکر میکنم که در گفتن این که برای کسی بودجه نیست این درست نیست و حتی در مورد اون برای تأمین کسی بودجه هم تصمیم های دولت غلط. آقای دمایی، ما همزمان با اعتراض اقشار مختلف به این افزایش مالیات، بسیاری اقشار هم به تبعیض مالیاتی معترض هستند. ممنون میشم اگر که کوتاه توضیح بدید در این باره. حتما. ببینید در مورد اینکه ایران یکی از کشورهایی در جهان که میزان دریافت مالیات نسبت به تولید ناخالص ملیش بسیار ناظره شکی نیست، اما اینی که این تصمیم هایی که الان داره گرفته میشه، تریبی که داره بهش برخورد میشه، آیا این میتونه مسئله مالیاتی رو حل کنه؟ به نظر من نه. باید برگردیم به آستان قدس رضوی، باید برگردیم در واقع به بنیاد مستضعفین، برگردیم به نهادها، ببینیم که اونهایی که بخش عمده ای از درآمدهای ایران رو کسب میکنن چه در واقع مالیات میپردازن. حتی در این تصمیم جدید گفتن که اونا باید اعلام بکنن، ولی در مورد آستان قطر رضوی ما دوباره برمیگردیم در جهت کمک به مردم که به نظر من اینا هم قابل بحثه. بنابراین مسئله مشکل مالیاتی به عنوان که از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران وجود داره و این روشی دولت دارن بهش اپروش میکنه، بهش برخورد میکنه، در درست نیست و مسئله دیگه باشه.